الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. حضرت در ادامه خطبه مبارکه 160 فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن اگر کسی خوف حقیقی از خدا و رجاء حقیقی از دار دخلی کنه، ناخداگاه غیر خدا رو نقد و خدا رو پنهان و نسیه خواهد گره و در واقع بی خداست. حضرت فرمودن که چطور شد که طرف خوف عبدن من عبیدهی اعطاهو من خوفهی ما لا یعطا ربهو، یعنی کارش به جایی رسید طرف که از غیر خدا چه چیزی بهش بده یا ازش بگیره بیشتر نگران بود تا از خدا. بعد این مقدمه بسیار مهم که رجا و خوف انسان اگر درست جاش تعیین نشه در اون بزنگاه‌هایی که انسان میتونه از خوف و رجاء حقیقیش استفاده کنه و پرده‌های بزرگ از جلوی چشمش عقب بره استفاده نمی‌کنه. قبل از اینکه جملات حضرت رو بخونی، مثالی که حضرت رو وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میزنند رو عرض میکنیم. حضرت در این فرمایششون اول پیامبر خدا خاتم انبیا رو مثال میزنند، بعد چند تا نبی دیگه رو مثال میزنند که اول یه چیزی روشن بشه و اون که رمز بزرگی اینا به چی بود؟ جز این بود که اون جایی که به خیلی چیزها به ظاهر باید امیدوار می شدند امیدوار به خدا شدند. بزرگی هر کس به اندازه امید و خوفش از خدا. اگه کسی در امتحانهایی که میشه خود ابزارها براش مهم شدند، یعنی واقعا فکر کرد تفنگه که میکشه، این همیشه گرفتار تفنگه، چه بکشه با تفنگ فکر میکنه تفنگ داره میکشه، چه بکشندش با تفنگ فکر میکنه تفنگ داره میکشه. ولی مطمئن داریم این داستان را که حضرت رسول خوابیده بودن زیر اون درخت که عرب بیدین اومد و شمشیر رو کشید بالای سر حضرت. این مثال خیلی جزئیه، مقام پیامبر خیلی بالاتر از این هست، اما حالا همین چیزایی که گاهی پیش اومد. بعد گفت که کی تو را نجات میده از این شمشیر؟ حضرت فرمودن خدا. یعنی منظورشون این بود که اگر بناس از این شمشیر نجات پیدا کنن خدا نجات هم میده، اگر هم بناس نجات پیدا نکنه باز خدا. بعد یه مرتبه عرب خود زمین، حضرت شمشیر کشیدن گفتم شمشیر آوردن بالا سر حالا کی تو رو نجات بخشیدندش. این نمونه های کوچیکیه که خدا به ما یه چیز بزرگی میخواد بگید از زبان امیرالمومنین. خیلی حوصله کنید
این که شنده میگن بزرگان دنیا رازها از نهج البلاغه گیر آوردن، این یه چیزی بالاتر از این است که هممون میدونیم چیز مهمی هم است که همه چی دست خداست. ولی تنظیم خوف و رجا به معنای نهاییش خیلی صدمه دارد، ولی ممکن است یک نتایجش غیر قابل تصور است. تنظیم خوف و رجا یعنی به تمام به خدا ایمان و اطمینان داشته باش و به تمام فقط از خدا بترس. حالا من مثال ساده میزنم تا بحث آروم بشه. شما خدایی نکرده از پشتبان پنج طبقه افتادی پا، تا اینجاش که میشه؟ حالا یا میمیریم یا نمیمیریم، بحث اینجاست. وسط را که داریم میاییم پا، ما که یه عمرست گفتیم خدا همه کار است، اما اگه اون وسط تونستیم بگیم خدا همه کار است، این راه بزرگی دینی باز شده است برای ما. اما اگه گفتیم ایشالله یکی اون زیر بود ما رو میگرفت، کاری بعدی که نکرده، خلاف شرع هم که نیست که، اما این دیگه اون نیست که راه بزرگان بزرگ باشه. همه حرف اینجا سا، آیا میشه یا نمیشه، آیا ما میتونیم یا نمیتونیم، آیا این راه چطوری موفق میشیم درش اگه بشیم، اینها بحثایی است که اول بدونیم راه چیه، بی راه چیه، تا کجا انسان میتونه بره. اینجا پس جملات حضرت را میخونیم و خیلی حوصله کنیم. میفرماد، پس مقدمه این بود دیگه که میفرماد چون فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقه زمارا و وعدا، این آدم چون خوف و رجاش رو درست تنظیم نکرده بود، از بنده ها که میترسید نقد میترسید، یعنی راست راست میگفت نه بوش خطرناکه، و از خدا ترسیدن و پنهان و نسیه میگذاشت. میفرماد این جور شد انسان. و کذالکه من عظمت دنیا فی عینهی و کبر موقعها فی قلبهی آسرها علی الله فنقطع الیها و صار عبدا لها. خیلی عجیب، همین باعث شد حضرت می فرمان که دنیا در چشمی آن مهم بشه. وقتی تمام وجودش خوف از حق نبود و تمام امیدش حق نبود، این دنیا براش مهم میشه. خب راست راستی میگه آقا مزرعه ایست که منو داری، پولم منو نجات داد، آبرون باعث این کار شد، این بدبخت خلاصه. میفرمان چرا؟ برای اینکه دنیا براش بزرگ میشه و موقعها جفت دنیا، موقعیت های دنیا در قلبش جا می افتد، یعنی موقعه هم این قلبش اینش دیگه جا دنیا و عظمت های دنیا آب سره ها و علالقا نسبت به خدا دنیا رو انتخاب میکنه. فنقطع الیها و از خدا دور میشه، منقطع میشه از خدا و سار عبدم لها و میشه بنده دنیا. دو تا نکته پس باید ازش قفلت بشه. یکی این که بنده دنیا شدن چقدر خطرناکه، یکی این که چطوری میشه که انسان بنده دنیا میشه. بحث اواسط خطبه را عزیزان یادشون باشه، اینا رو برای آدم بدا و کفار حضرت نمیگن، اینا پدیده ایست که بین جامعه مسلمان ها رخ میده. شما حالا انشاءالله آروم آروم خیلی چیزا روشن میشه، شما راه دوری نرید. اگه دیدین بنده ده برابر اینم ریش داشتم، پیشانیم هم پینه کرده باشه به اندازه نمیدونم زامی شطور، اما دیدید برای ابزارهای دنیا که آبرون رو حفظ کنه و زندگی رو اداره کنه جای اصلی رو میکنن، بدونید که نه خوفم خوف از خداست، نه امیدم امید از خدا.
شما برای خودتون هم همین، یعنی شما چقدر مدعیان را میشناسی که اینا خیلی هم عبادت میکنن اما تو خوف و رجاشون معلومه است دروغ میگن. جملات قبلی خیلی عالی بود، حضرت فرمودن مدعی هست. حالا مدعی باشن چی میشه؟ خب خدا گم میشه تو زندگیشون. اگه من فکر کنم که شما احترام به من میگذارید، بگم نه آقایون به ما احترام میذارن، خب عملا پس دیگه ما شما رو میچسبیم، دیگه خدا نمیمونه. اما اگه بگیم آقا عزت و ذلت دست خدا، خدا گاهی میخواد ما رو با عزت امتحان کنه، گاهی میخواد نه سواج کنه، ببینیم چی میشیم. نه سواج به معنای خفت، خفت رو خدا نمیخواد. اما یه وقت حضرت ایوب اونجوری در اون ثروت و مکنت امتحان میشن، حضرت ایوب براش فرق نمیکنه، میدونست دست خدا. شیطان وسوسه کرد بنابر روایات. یه هم ما هم این قوازمون خوب بود، معلومه شاکر بودیم. خدا برای این که ایوب بزرگ را به نمایش تاریخ بگذارند، به اون فقر افراطی دوچارش کرد تا همه بشریت بدانند کسی که فهمید همه چی دست خداست، نه از اون غنا و ثروت مغرور میشه، نه از اون فقر مایوس میشه. دیگه میدونی قرآن میگه همه اهلشو از دست داده. یعنی حالا این چطور بوده؟ بالاخره این صریح آیه که بعد میگه که بعد که ما ایوب شفا دادیم، همون اندازه از اهلش و به همون اندازه اضافه تر برگردوندیم. خب یعنی ظاهرن بچهاش از فقر مردن، خیلی عجیب، بچهاش از فقر فوت کردن، فقط یه زن ازش مونده است. اینجاست که میدین ایوب بزرگ شد. قرآن میگه که اینقدر سختی و فشار و بیماری افتاد که دیگه هیچ کار نمیتونست بکنه. بعد یه کلمه گفت و گفت مستنی از زور، خدایا ست شیطون داره من اذیت میکنه، مثلا این اذیت یه ضرری اذیتی به ما میرسه. حتی همینقدر آیه اومد که خب پاشو پادا بکش اون رو زمین که چشمه ای در بیاد غسل بکنه خوب میشی و چرخ برگشت دیگه. این هنوز همه حرف نیست، اینا که من گفتم با این مثالا که زدم هنوز حرف امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین میفرمان که برگردید به این که چطور میشه که بچه مسلمان های متدین وسط راه یه دنیا براشون اصل میشه، بنده دنیا میشن، به طوری که نماز میخونه ولی واقعا به خدا منقطع است. چرا؟ چون خدا رو همه کار نمیدونه. روزه میگیره ولی منقطع است از خدا، فنقطع الیها، از خدا دور شد. چرا؟ فهمید برای این که تمام امیدش به خدا نیست و تمام خوفش هم از خدا نیست، از بقیه میترسه، به بقیه امید داره. خب حالا دو کسا میخواییم مقایسه کنیم. یه کسی که به غیر خدا امید بسته است، ببینین انتهای کارش چی میشه. یه کسی که به خدا امید بسته است، ببینین انتهای کارش چی میشه. خب کیا میخواد مثال بزن؟ از صدر اسلام. شما زندگی نامه پیامبر رو با ابو سفیان ببینید. ابو سفیان که اینقدر روسیاه شد، چرا روسیاه شد؟ ابن عباس میگه که مشابهی که ابن عباس میاردش میگردوندش تو لشکر اسلام هنوز قبل از اینکه مکه را فتح کنن، بنده عجب چه قدرتی. ای کاش میدونستم پسر برادر تو، ابن عباس نه خود عباس عموی پیامبر، میگه ای کاش میدونستم قدرت پسر برادر تو از کجاست. حضرت میشنم میگه از خدا، از خدا کسی کاره نیست. یعنی عباس ببخشید ابو سفیان به عباس، از دانا و عباس که اینجور حرف میزنه میخواد بگه یعنی یه چیز، یه ابزار باید باشه، من اون ابزار رو بخوام.
نمیتونه خدا رو بفهم. خب این نتیجه شد به ابزارهایی که ابو سفیان امیداش همه رفت و ابو سفیان هم هیچی شد، ذلیل، تمام اون ابزار از دستش میاد. ولی ابزاری که پیامبر، که حالا هنوز کار نمید، پیامبر بهش امید دارن، اصلا هنر پیامبر یه که ابزارهای عادی جلوی چشمشون نمیگیره که ابزار اصلی رو نبینه، کار میبره. حالا من باز هنو مقدمه بچینم. توحید میدونید که درجه داره. یه درجه اینه که بگم آقا این منو آقا را خدا خلق کرده که ما بخوریم نمیریم، درسته؟ این توحیده. یعنی چه توحیدی است؟ یعنی خدا خالق است، توحید در خلقه. یه مرحله اینه که اصلا نون و آب نبینیم، رزاق رو ببینیم نه رزق را، اصلا به چشممون نیا. چطور تو نماز بدون میگن چشم دونه هم نگذارید، مکروهه، اما هیچی هم نبینی میشه؟ شما از وقت حالا که اینجا نشسته بودین اصلا ملتفت نبودین پیرهن من چه رنگی است، داشتین ما رو میدیدین. اون دینه که جهت رو عوض کنی، نه چهره رو، چشم هم بذاری اون چیزایی که ذهنت میمد حالا تو ذهنت میمد. این میگن این راهش نیست، راهش نیست که چشم رو هم بذاری یا نماز بخونی که ذهنت متمرکز بشه. راهش اینه که نبینی، دلت جهت دیگه ای داشته باشه، بالاتر رو ببینی، اصلا این چشم توجهی به چیزی نداشته باشه که اون چیز جذبش کنه. البته حالا بعد اساتید میفرمان برای اول کار طور نیست، چون بحثه که آیا چشما کراهت داره بالاخره چشما تو نماز بستن و نماز خوندن. بعد میگن حالا برای اول کار که طرف هنوز نمیتونه نظرش رد کند از پدیده های جلو چشمش، بد نیست، ولی بالاخره نباید این مشی کلیش بشه، حالا برای اینکه در ذهن عزیزان باشه. خب حالا ببینیم پیامبر چرا به اینجا رسیدن. برای اینکه ابزارها اصل براشون نبود. مولوی شعر خیلی خوبی داره در مثنوی، انصافا حرف همینه که ایشون میگه، میگه که حالا معنیش نیست، میگه اول قرآن تا آخر قرآن اگه ورق بزنی یه چیز میخواد بگه، میخواد بگه که علتها کاری نیستن، صاحب علتها کاری است، کاری است. همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفت اسباب است و علت و سلام. نمونه بلاخره کشتی نوح وسط خشکی چطوری راه افتاد؟ وسط تو دریا که حضرت نوح کشتی نساختن، وسط خشکی ساختن، همه هم مسخرشون میکردن. مرجم مسخرم داره، اگه کسی پای خدا را تو زندگی نبینه خوخ یعنی چی وسط خشکی کشتی میسازه؟ ولی چرا حضرت نوح حاضر شد وسط خشکی کشتی بسازه؟ چون امیدش به دریا نبود، امیدش به خدا بود. اگه نه و چه حضرت نوح اصلا حضرت نوح شد؟ برای اینکه امیدش به دریا نبود. عاقلانه نیست که آدم بره کنار دریا یه استخری، دیدن که چطوری کشتی میسازند و بعد آوازیش ول میکنند و اونش تو دریا. اینجا حرف من ایسا، آیا اونقدر خوفمون و رجائمون زنده است که بگیم به کل ابزارها اصل نیست؟ یک. دو، بدانید، دقت بفرمایید، اگر در صحنه هایی که خدا میخواد خودش به ما نشان بده و در نتیجه ابزارها ما را تهدید میکنن، اگر ما ورای ابزارها خدا رو بدانیم، ما دیگه میشیم انسانهای توحیدی بزرگ. این بزرگی، بزرگی حقیقی، همه باید دلمون بخواد این بزرگی را، بزرگی اهل دنیا که رئیس بشیم مهم بشیم بی خوده.
اما بزرگ بشیم مثل حضرت ابراهیم که میفرماد عرض میکنه خدمت خدا اللهم اجعلنی للمتقین اماما، خدا منو رئیس متقین بکن، یعنی رئیس باشن یا بنده باشن. رئیس متقین یعنی چه؟ یعنی خیلی بنده باشن. این رئیسی که خوبه، رئیس در توحید. بعد حضرت میفرماد چی میشه که انسان دلش آروم آروم از خدا جدا میشه، ابزارها براش اصل میشه. این محمد رضا خان بد نیست تاریخ زندگیش رو نگاه کنه. این محمد رضا خان اول با روحانیون اونقدر بد نبود که آخر بد بود، یعنی نقش خدا رو داشت تو زندگیش. حتی مادرش میگه که یه بار بچه ها مسخره کردن خدا و اینا را، صرف باشون دعوا کرد، گفت با خدا شوخی نداریم. ببین اول که ضعیفه، ابزارهای مهم نداره، برای خدا ارزش قائله. وقتی میاد خدمت آیت الله بروجردی برای اولین بار عصای آیت الله بروجردی میفته، ور میداره عصا را میبوسه، میداره خدمت آقا، یعنی اینقدر جا وا کرده است برای روح. ولی شما میگید بچه را بدبخت شد، گفت که دیگه میخوام فانتوم که دارم، موشک های خیلی عالی هم که دارم، امریکا هم که پشتیبانیمه، کارتر هم که گفته. این حرف ها که بوش برای شارونا صهیونیست ها میزن، دقت کنید تاریخ ها ده برای شما برای شما میزنن. آدم کیف میکنه وقت نمیفهمه که بدبخت ها میخوان کی میخواد چی را حفظ کنه. بوش و آمریکایی ها میخوان اسرائیل رو حفظ کنن. شما بخونید کارتر اومد ایران سال 56 یا 57، گفت مسلم شاهنشاه از پشتیبانی کامل ما برخورداره. نشستن تهران، فقط هم برای همین اومده بود، یه روزه اومده رفت، چرا که ما پشت شما هستیم از هیچ چی نترس. خب شاه هم بیچاره دید شاه آمریکا به این گردن کلفتی پشتشو، این همه اسلحه داره، گفت حتما پیروزم. چیزی وقت نگذاشت که اینقدر شکست خود رفت. اینو حالا بدبختی ما آقای نیست که بعد ماجرا میفهمیم همه چی دست خداست. پیغمبر و اولیا اول میفهمن دست خداست همه چیز، آخر نتیجه شا میبره. ما آخر فقط روسیه هایشم که ایشالله میدونستیم همه چی دست خداست. چی باعث میشه حضرت میفرمان چی باعث میشه که دل از خدا کنده میشه؟ ابزارها را چیز میدونیم. شاهی که کارتر و لشگه باتمان قیلیچ و امثال اینا دیگه، ازهاری و اینا را همه کار بدونه، عجب دنیاییست. این شاه روایت داریم و روایت داریم اگه کسی به غیر من دل بست ذلیلش میکنه، فرمود به عزت و جلالم قسم، اگر به غیر من دل رست دلیلش میکنه. سلیمان میگه رفتم دیدن شاه آخرایش، خیلی عبرت انگیز، میگه دیدم شاه عزا گرفته، چون ازهاری یعنی رئیس حکومت نظامی سکته کرده بود. به رفتم دیدم که شاه از بس دارو خورده، چون سرطان لنفه اصلا نمیتونه فکر کنه. دیدم بهیت شاه، رفتم دم رئیس حکومت نظامی تو اتاق نیمه تاریک خوابیده است، اکسیژن هم بهش وصله. این رئیس حکومت نظامی جنرال از حال حالا کشور این دوتا رو بگردیره، یه رئیس حکومت نظامی سکته ای و یه شاه حواس پرت سرطانی. خب بفرما. خب همیشه همینطور بوده، اما کی میفهمید؟ اینا حرف من نیست، یعنی حرف امیرالمومنین اینا نیست که من دارم میزنم، اینا مقدمه است. تا حضرت بفرمان چی باعث میشه که انسان به واقع بی خدا بشه. همیشه اگه میگفتی خدا هست اینا میگفت هست، اما اینکه خدا نیست، خدایی که همه امید من به اون نباشه و همه خوف منم از اون نباشه، در واقع من خدا ندارم. حضرت این جمله آخرش بدن آدم رو میلرزونه، میفرمان سار عبدن لها، بنده دنیا میشه این آدم. آدمی که امیدش به پولش و حقوقش و رفقاش و این چیزا باشد، این حتما بنده دنیا میشه. سه
فکر میکنه دنیا برای سعادت میاره و به این روز میفته. بعد حالا همه دون آماده بشین، حالا یواش یواش امیرالمومنین معجزاشون شروع میشه. میفرمان ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسوه، پیامبر خدا برات کافیه که اونا اسوه رو نمونه بگیری، که قهرمان خوف مطلق از حق و قهرمان امید مطلق از حق به حق هست و همین پیامبر پیامبر کرده. پیامبر رمز بزرگیش تو همین دو تا نکته است و دلیل لک و دلیل است برای تو پیغمبر. پیامبر که بزرگ است، حالا چرا بزرگ است؟ علا ذم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها، برای این که خیلی دنیا برای چی چی بود. حالا دلیلش رو میارین آروم آروم فهمت. ببین پیامبر دنیا براش خیلی هیچی بود و ایوای دنیا براش خیلی روشن بود و کثرت مخازی ها و خاری دنیا براش خیلی زیاد بود. دنیا خار بود براش. دنیا یعنی چی؟ یعنی این که من فکر کنم پول نجاتم ده، نه این که پول همون ندم نون بخرم. و ما میدونیم خدا برای این که به ما نون برسونه یه راهی میذاره، یا خودمون میریم نون دندون میکاریم نون تهیه میکنیم، یا یه جور دیگه به ما میرسه یا با پول میرسه. به من چه که با پول میرسه یا یه جور دیگه میرسه یا از زمین در میام، به من مربوطه که خدا داد. این که می فرماد کثرت مخازی ها یعنی خاری دنیا رو برا پیامبر زیاد بود، به این معناست که یعنی برای این پوله که نون میاره ارزش قائل نبود. می دونید این نونه رو خدا یه جوری به این می رسونه. رو داشته باشه اگه بناد خدا آوری برای این آقا بخواد تو جامعه یه جوری میرسونه. چون خودم دیدیم که گاهی طرف میگن مثال زم مثال عبرت‌آمیز، میگن بیچاره یکی خیلی گشنگی بهش فشار آورد میخواد چیکار کنه، گفت خوب است که بگم جادوگری. گفت آقا ما جادوگر. بعدش از دربار اومدند و دنبال جادوگر میگشتن دیگه، بردندش یستی چرندی. گفت شا گفت راست میکرد. آره زیر درخت انجیر است. گفت نم انجیری زنجیری یستی. گفت راست میکرد آقا گل کرد. بعد دوباره آره من که چیزی نگفتم، اصلا بلد نیستم جادوگری. بعد دوباره یه چیزی دیگه گفت. دخترش گفت راست میکرد. گفت چی کار کنیم حالا دوبارش درست درمید آبرومون میره. خب گنده شده اینا. یه رو گفت میدونی اینا خودم نمیزنی به دیوونگی. تا دیگه بگرد جادوگر دیوونه شده. شاه هم تو دراز کشته بود تو حمام که بزا کیسش بکشن. گفت چطوری خودمونه بزنیم دیوونه کی؟ گفت میری پاشه ها رو میگیری میکشیم بیرون که بگرد دیوونه شد. رفت به پاله در تا چون گرد جادوگر درباره اینو رفت پاشه ها رو گرفت کشید بیرون تاقه همه اومد پا. گفتن خیلی جادوگر است دیگه. حالا این بیچاره چی کار کنه؟ یه وقتی الان مثال میزنن قدیمی ها ولی حکیمانه مثال داره میزنن. یعنی دیدن که بعضیا مثلا جارو مثلا میگه خب خب حرف نزنیم که مهم نشیم. حرف نزنیم میگن عجب سکوتی. میگه خب حرف بزنیم که بابا دست سرمون بردارن. میگن عجب حرف. خب دیگه چی کار کنه یاده؟ یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید. ولی این آقا دیگه میگن قارون. خب قارون با داداش شریک بودم. قارون زن گرفت و جدا شد از داداشش در شراک. آقا قارون داداشش گفت خوبست ما هم زن بگیریم. زن گرفت بده کار شد رفت زندان. مولوی تو فیه مافیه میگه اصلا ما فکر میکنیم ابزارها کاریه. ابزارها کاریه. چقدر کاریه؟ اونقدر که خدا میخواد کاری باشه. امتحان کردی؟ گاهی خداوند شما را با یه جل
یه جون ساده به یه آرامش میرسونه که به کاخ ها نمیدی. یارو بهترین قالیات و گلوجز داره حالش به هم میخوره که چیکار کنم، راحت نیستم توی این خونه. اینا دست کیه؟ شما اگه گل بخورین رو این جوله خیلی خوب چیزیه. خب هنوز حرفمون زده. پس تا اینجا میشه فهمید که یعنی چه که انسان ابزارها در مقابل چشمش خار بشه. من که نمیگم این جملات امام معصوم در مقابل در رابطه با یک معصوم کل داره میگه عظمت پیامبر تو این چیزا بود. علا ذم دنیا و عیبها، که دنیا برای چی بود؟ یعنی چی هیچی بود؟ یعنی این طاق نیست که نمیذاره بارون رو سر من بیاد، خدا میخواد از طریق این طاق بارون رو سر من نیاد. یه مرتبه هم این همین طاق که بناد بارون رو سر من نیاد و سر من خراب میشه. یعنی ای ما همش این که من خستتون دارم میکنم، من میدونم یه مشکلی داری تو ذهن ما هست که نمیذاره جلو بریم. از خودتون میپرسین خدایا، من میگم سبحان الله، مرحوم قاضی هم میگه سبحان الله، امیرالمومنین ملا رجب الخیاط میگه برو سراغ قاضی مسئله ده حل کن. آخه میگه ما با قاضی چه فرقی میکنه؟ سبحان الله، همون که اون امیرالمومنین تازه اون طرف حواله میده به مرحوم آیت الله قاضی، ما میگیم سبحان الله، اصلا هیچ جا نمیریم. اینجا من میخوام ریشش آقا تو این نیست که شما معنی شو بدونید، ریشش تو اینه که متوجه بشید چه کار ازش میاد. ما میگون آقا دنیا عیب داره، آقا دنیا رو نمیخوام. یعنی چی؟ این اول بحث است. دنیا رو نمیخوام یعنی چی؟ اگه بفهمیم زن دنیا یعنی چی، اون وقت میدونیم که خدا با شما حرف میزن. ذم دنیا همطور که اصرار میکنه یعنی ابزارهای دنیا رو براش اصالت و استقلال و عظمت قائل نشی. آقا یه روز با ماشین، یا یکی بود عجل، یکی این ماشین نرمود، من چه خاکی به سرم میکردم، همین خاکی که حالا داری به سرت میکن. ماشین نبود چین دونم، خدا میخواست ما رو اینجوری برسوند اینجا، حالا با ماشین میرسونه برسون. ماشین نبود، امید دادم به ماشین نبود، با تیول عرض میرسونده. آصف ابن برخیات چرا به جایی رسید که قصر بلقیس رو از یمن میارد اورشلیم؟ چقدر طول میکشد؟ قبل انگرد حده الیکه ترفک، قبل از اینکه چشم به سلیمان به هم بخوره. این از کجا آورده است؟ برای اینکه من میگم وای چند تا تریلی میخواد که بکشینش، میگم خب برو تریلی جور کن. یکی میگه نه چند تا هواپیما و هلیکوپتر میخواد این قصر را بیاره، میگم برو جور کن. یکی میگه خب خدا با یه تقاضایی ما میاره، میگم خب تقاضا کن. بیرسا دوباره از اول، مثال ما هنوز تکرار باید بکنم و هنوز مبهم مسئله. دوباره گفتیم از ساختمان پنج طبقه بر فرض شما بیفتی پا، اگه تونستی اونجا بگی که خدایا اگه بناست که ما سالم بیاییم پا، خودت میدونی، اگه بنا سالم نیاییم تو بازم دست خودت، فعلا بناست ما رو بکشی، میخوای از ساختمان پنج طبقه بکشی، میشه. ما کاری به این ساختمانه نداریم، این ما رو نمیکشه، جاذبه زمین ما رو نمیکشه. تو بناست با این ساختمان بکش باش، تو بناست با این ساختمان نکش. خوف و رجا باید در بحرانها خودش نشون بده. اگه نه الانه که بنده اینجا نشستم که معلومه دارم همش دست خداست، هیچم قشنگ آبم تو دلم تکون نمیخوام. اگه تونستم اون وقتی که تو بحرانم بگم همه چی دست خداست، اونجاست که یک عظمت بزرگی از خدا برام حاصل میشه، اون میشم که اون میشم. پس این که میفرماد و کثرت مخازی ها و مساوی ها، یعنی برای پیامبر عیب دنیا زیاد بود. عیب دنیا زیاد بود یعنی چی؟ یعنی آب میگه که من تو را سیرت میکنم، بهش میگم برو گم شو و بیا، برو گم شو به این معنی که تو من سیر میکنی، ولی بیا به عنوان هدیه ساقی. هدیه ساقی ببینی؟ مساوی ها یعنی چه؟ یعنی عیب داره، یعنی نون عیب داره، آب عیب داره، پول عیب داره، کفش عیب داره، شمشیر عیب داره، هیچ کدوم که اینا عیب نداره که. عیبش به اینه که
خودش جلوی من رو میگیره، خدا رو از من میگیره، حجاب حق بشه، این ای بشه. اما اینکه وسیله نمایش حق بشه که خدا مطعم است. شما دعایی که میخونید بعد از هر قضایی، الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، حمد خدایی را که طعام میده ولی طعام نمیخواد، یعنی منتقل میشین به این که خدا همه کاره. ادامه جمله حضرت، از قبضت انه اطرافها و وطعت لغیرهی اکنافها. خیلی عالی. میگه چطوری پیغمبر برای تو الگوه است؟ اون وقتی که تمام اطراف دنیا رو از پیغمبر گرفت. اطراف دنیا یعنی امکانات دنیا، یعنی پیامبر خیلی از دنیا محروم بودند. خدا خیلی دنیا رو از پیامبر گرفت. چرا؟ چون میخواست خودش رو بهشون بده. حالا اگه پیامبر یه دستگاه رادار داشتند، بعدم یه سیستم بسا پنهانی توی قلعه یهودیا داشتند، امیدشون به این بود که اگر اینا کوچکترین نقشه‌ای بکشن شنود میکنه حضرت. خب جبرائیل میمد بگه که یا رسول الله، اینا نقشه دارن از این بالا سنگ بزنن رو سر شما، شما رو بکشن. چرا پیامبر جبرائیل داره؟ برای اینکه امیدش به خداست. نمیخوام بگم این ابزارها حالا نباشه دا، ببینید میخوام بگم چرا یه ملتی بدبخت شد؟ برای اینکه ابزارها براش اصل شد. اما حالا ابزارها باشد باشد، نباشد خدا هست. این که میبینیم بعضی از اولیا خیلی آگاهند، برای اینکه خیلی خدا دارند. اما بعضی ها چرا خیلی امید آگاه نیستن؟ چون امیدشون به خبرچینا و نمیدونم ابزارها و ایناست. خب اینا اصلا حتی توجه نمی کنن به عالم بالا که چیز گیر بیارن. اینجا این جمله، دوتا نکته که حضرت اینجا میگن خیلی عالیست. می فهمد چرا خدا بناش این بود که پیامبر خیلی امکانات دنیایی نداشته باشه. و ادامهش اینه، و وطعت لغیرهی اکنافها، و گستران برای غیر پیامبر و جبهه غیر پیامبر جوان به دنیا را. چرا؟ ادامه، و فتم من رضائها، و از این که دنیا به پیامبر شیر بده، چه پیامبر را از شیر گرفت، یعنی اصلا گرفت بش از این که دنیا به شیر بده. و زبی ان زخارفها، و از زخارف دنیا پیامبر را دور داشت. چرا؟ جمله را همینجا، اگر همین جمله امیرالمومنین اینجا روشن بشه، باب اندیشه صحیح انشاءالله باشه. چرا امکانات دنیا را خدا به دشمن پیامبر بیشتر داد؟ شما دیدین دیگه، در جنگ بعد حدود 900 خورده دشمن بود تعدادش، و حدود 300 خورده مسلمان ها بودن، یک دونه اسب داشتن مسلمان ها، نصف شمشیر. این کل اسلحهشون بود، اینم کل سوار نظامشون. باز چوب می جنگیدن، باز چوب. اصلا نصف شمشیر مقدار داشت، یعنی یه شمشیر بود شکسته بود توی جنگی، خلاصه مقدار گیرش اومده بود نصف شمشیر. این کل اسلحه اینا بود. بخونید تاریخ ها، طرف مقابلتون نه همه امکانات داشت، همه شون این نهزت اسلحه داشتن، خب زهره با همه چی. خب ولی دیدید که اینجا چون امیدشون خیلی به خدا بود پیروز شد. در جنگ احد دیدین عکسش شد، عکسش شکست خورد، شکست خورد. چرا؟ خود قرآن میگه، ابن مسعود میگه وقتی این آیه میگه شوکه شدیم، آیه میگه تریدون عرض دنیا، شما دنیا دوست شدی، والله یرید الاخره. خب ابن مسعود گفت ای وای، ما اصلا باور نمی‌کنیم که بعد شده باشی. آیا اومد که شما دنیا براتون مهم شد؟ خب اینجا حضرت میگن چی شده است،
چرا خدا امکانات رو برای غیر پیامبر خواست؟ برای اینکه امکانات زیاد چی رو از پیامبر میگرفت؟ امید به خدا را، امید مطلق و خوف مطلق رو میگرفت. اگه آدم دلواپس اسلحه های بوش باشه دیگه بی خدا میشه، ولی اگه امیدش به خدا باشه، همون اول که هیچ قدرت اینا نداشتیم، سپاه هم نداشتیم، امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. دیدیندم که خدا میدونه هرچی جلو بریم چشممون باز بشه ذلت آمریکا رو میبینیم، چشممون بسته بشه خفت خودمون ها ناخودآگاه جلو چشممونه. حضرت میفرمان که رمز این که پیامبر را خداوند این ظواهر دنیا را ازش دور کرد، چون میخواست بزرگش کنه. با چی بزرگ میشه؟ با اینکه ماوراء اسلحه ها و قدرت ها خدا در صحنه است. اینا میگن انسان خوف و رجاش تصحیح بشه. خب حالا پس از این به بعد بحث تو این قسمت هست که چه کار کنیم که خوف و رجامون تصحیح بشه، و اگر خوف و رجامون تصحیح بشه چه چیزایی گیرمون میاد. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.